اداره توسعه و بازسازی اماکن مقدسه و متبرکه در سازمان اوقاف شیعیان ایان عراق از پیشرفت قابل توجه طرح شیشه کاری مقام سید محسن پسر امام هادی علیه السلام در استان دیالی در شمال شرق عراق خبر داد. این اداره با انتشار بیانیه رسمی که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید ضمن اعلام این خبر افزود زیر نظر بخش فنی و مهندسی مراحل شیشه کاری این مقام مطهر در حال انجام است و به مراحل پایانی خود نزدیک می شود. تا به اینجای کار پیشرفت قابل توجهی صورت گرفته و در مدت زمان مشخص شده این طرح پایان خواهد یافت. در این طرح بخش های مختلف این حرم مطهر آینه کاری و شیشه کاری شده که شامل دیوارها و سقف می شود. در بیانیه پایان کنفرانس صلح که چند روز پیش به میزبانی جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار شد، کشورها خواستار تشدید تلاش‌های مبلغان مسلمان در انتشار پیام همزیستی اسلامی و صلح جهانی و مشارکت در دستیابی به آن شدند. گفتنی است این کنفرانس با ارائه 5 راهکار مهم به پایان رسید که مهمترین آنها توسعه مهارت‌های مبلغان مسلمان برای تبلیغ در عصر کنونی و معرفی نقش اسلام، تمدن و ارزش‌های آن برای صلح و همزیستی بود. این همایش همچنین شاهد حضور نماینده ویژه حرم مطهر حسینی شیخ علی القراوی بود که ایشان هدف از برگزاری این همایش را حفظ صلح جهانی و توسعه راهبردی برای تبدیل مساجد به کانون‌های فرهنگی دانست. سازمان بین المللی حسین کیست که در زمینه فرهنگی و بشر دوستان فعالیت‌های مختلفی در سراسر جهان دارد، از برنامه جدید خود برای حمایت از بیماران خاص خبر داد. این سازمان با انتشار بیانیه‌ای که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید، ضمن اعلام این خبر افزود، در این برنامه نیازهای هزاران بیمار خاص در سراسر جهان را برآورده و تأمین می‌کنیم. این برنامه از ماه نوامبر آغاز شده و تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد یافت. از جمله اقدام‌های صورت گرفته در این برنامه، اهدای خون از سوی اعضا و داوطلبان این مؤسسه در سراسر جهان است تا خون اهدایی در اختیار بیماران نیازمند و خاص قرار گیرد. از دیگر اقدام‌های صورت گرفته در این برنامه، تأمین و توزیع بسته‌های غذایی میان خانواده‌هایی است که بیماران خاص دارند و نیازمند هستند. با پیشروی نیروهای پشتیبان سری در شهر ودمدنی سودان، 300 هزار نفر از این شهر فرار کردند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرد که بیش از 300 هزار نفر در جبهه جدیدی در جنگ سودان از خانه و کاشانه خود فرار کردند. گفتنی است شهر ودمدنی شهری مملو از آوارگان و مرکز کمک رسانی در جریان درگیری ها بوده و در واقع پناهگاهی برای آوارگان در جنگ داخلی سودان می باشد. این شهر در حدود 170 کیلومتری جنوب شرقی پایتخت خارتوم قرار دارد و یک منطقه کشاورزی مهم در سودان به حساب می آید که با شرایط کنونی باید گفت سودان در این صورت با تشدید گرسنگی نیز مواجه خواهد شد. صنعتکاران در هرات میگویند که مسئولان اداره برق رسانی طالبان به بهانه های مختلف، از جمله به بهانه ساختن مسجد و خرید تجهیزات آن، از آنان پول نقد اخاذی میکنند. صنعتکارانی که برای ساختن مسجد به رئیس اداره برق رسانی طالبان در هرات پول پرداختند، تأیید می‌کنند که مسجد در منطقه سنگبر شهرستان رباط سنگی در حال ساخت است، اما هزینه احداث آن نامشخص است و روشن نیست که پول جمع‌آوری شده از شرکت‌های صنعتی به چه مصرفی می‌رسد. از سوی دیگر طالبان ادعا می‌کنند که فساد اداری، رشوه، باجگیری، اخاذی و محدودیت فعالیت‌های اقتصادی پایان یافته و زمینه برای سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان فراهم شده است. با تمام تأکیدهای طالبان بر این ادعا، در 2 سال گذشته شمار محدودی از سرمایه‌داران افغانستانی حاضر شدند به کشور برگردند.
بیشتر صاحبان سرمایه و بازرگانان افغانستانی پس از فروپاشی حکومت پیشین از کشور خارج شدند و دارایی‌های خود را به کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، ایران، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی منتقل نموده و در آنجاها سرمایه گذاری کردند. شبه نظامیان مرتبط با گروه سنی های تندروی داعش 10 نفر را در منطقه غربی اوگاندا کشتند. ارتش اوگاندا در آفریقای شرقی روز گذشته اعلام کرد دست کم 10 نفر توسط شبه نظامیان مرتبط با گروه سنی های تندروی داعش در جریان یک حمله در منطقه غربی کامونگوی اوگاندا کشته شدند. بریگ سخنگوی نیروهای دفاع خلق اوگاندا گفت که این گروه بامداد سه‌شنبه به روستا حمله کردند و 10 نفر را به قتل رساندند. مطالعات نشان می‌دهد انقراض گونه‌های مختلف پرندگان توسط انسان 2 برابر بیشتر از آنچه تصور می‌شد می‌باشد. دانشمندان می‌گویند حدود 12% از پرندگان در نتیجه فعالیت‌های انسانی در 120 هزار سال گذشته از بین رفتند. این مطالعه که روز سه‌شنبه در مجله نیچر منتشر شد، تخمین می‌زند که حدود 1430 گونه پرنده از دوره پلیستوسز که حدود 120 هزار سال پیش آغاز شد، از بین رفتند. مرکز آموزشی علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در ارزیابی سالانه خود در مورد روزنامه‌نگاران سال 2023 را مرگبارترین سال برای خبرنگاران در کشورهای درگیر جنگ اعلام کرده است که تایان 38 خبرنگار کشته شدند. در بیانیه این نهاد آمده که شمار خبرنگاران کشته شده در مناطق جنگی در مقایسه با 3 سال گذشته حدود 2 برابر افزایش یافته است. بر اساس یافته‌های این نهاد، تنها در 3 ماه اخیر سال جاری 27 روزنامه نگار در مناطق جنگی کشته شدند. نمایندگان پارلمان فرانسه لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن شرایط زندگی برای پناهجویان در این کشور دشوارتر می شود. رویترز سه‌شنبه شب 28 آذر گزارش داده این لایحه که از سوی نمایندگان مخالف و موافق امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به تصویب رسیده، نشان دهنده تغییر سیاست مقام ها علیه پناهجویان در اروپا است. طبق قوانین دولت فرانسه، پناهجویان در این کشور از مزایایی چون اسکان و کمک نقدی برخوردار هستند. بر اساس لایحه جدید، ایجاد مسکن برای پناهجویان بیکار به استثنای شهروندان اروپایی برای 5 سال به تعویق افتاده است.